متاسفانه با خبر شدیم آتیلا پسیانی بازیگر مطرح و خوب کشورمون که چند وقتی با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کرد در سن 66 سالگی درگذشت. آقای پسیانی که در چند هفته اخیر به گفته دخترش ستاره برای سفری شخصی به فرانسه رفته بود در روزهای گذشته به خاطر عوارض بیماری سرطان در بیمارستانی تو این کشور بستری شده بود. بنابر اعلام انجمن بازیگران خانه سینما با هماهنگی‌های انجام گرفته، پیکر آقای پسیانی برای خاکسپاری به ایران منتقل خواهد شد. در اردیبهشت ماه سال جاری مراسمی برای نکوداشت ایشون در خانه تئاتر سینما برگزار شد که هنرمندان بنامی همچون پرویز پرستویی، رضا کیانیان، بهرام رادان، فردین خلعت‌بری، نیکی کریمی، تهمینه میلانی، محمد رضا فروتن، بهمن فرمانآرا و ستاره اسکندری در اون حضور داشتند. آقای پسیانی تو این مراسم پس از مدت‌ها با چهره متفاوت که نشان از دوره شیمی درمانیش داشت حضور پیدا کرد و از اون زمان نگرانی اهالی سینما از وضعیت سلامتی شروع شد. دوستان عزیز برای حمایت از کانال و انگیزه دادن به ما حتما ویدیو رو لایک کنین. آتیلا پسیانی فارغ‌التحصیل رشته کارگردانی و بازیگری تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا متولد دهه اردیبهشت 1336 و فرزند جمیله شیخی از هنرمندان مطرح سینمای ایران و جلال پسیانی بود و ایشون بازیگری در تئاتر رو از سال 1356 آغاز کرد. همسرش فاطمه نقبی و فرزندان ستاره و خسرو پسیانی از بازیگران مطرح سینمای ایران هستند. آقای پسیانی در سالهای فعالیتش بیش از 40 تئاتر رو کارگردانی کرد و در ایران و کشورهای دیگه روی صحنه بود. همچنین در عرصه بازیگری تو سینما و تلویزیون بسیار پرکار بود و در بیش از 70 فیلم و سریال نقش آفرینی کرده بود. آخرین حضورش تو سریال بیگناه مهران احمدی در شبکه نمایش خانگی بود. ایشون در مصاحبه‌ای با فریدون جیران در برنامه کافه آپارات سال 1400 گفته بود 17 سال تلویزیون نمیبینه و فقط فوتبال رو از طریق صدا و سیما دنبال میکنه. پسیانی همچنین با انتقاد از سریال‌های ایرانی گفته بود همه کارهایی که تولید میشن مشابه هم هستن و حتی سریال‌هایی که خودش در اونها حضور داشته رو هم نمی‌بینه، که این سخنانش با انتقادات گسترده‌ای روبرو شده بود. روزنامه کیهان بعد از اون مصاحبه خطاب به این هنرمند مطرح مدعی شد نگاه نکردن صدا و سیمای ایران تبدیل به پوز شبه روشنفکری شده است. شماره بسیاری از دستاندرکاران سینما، اهالی موسیقی و ورزشکاران با انتشار عکس یا ویدیویی از آتیلا پسیانی یادش رو گرامی داشتن. از شروعش قضیه اصلا علاقه نبود، یک تصادف بود. من با مادرم رفته بودم سر تمرین آقای خدا بیامرز مرحوم رکن‌الدین خسروی، نمایشی کار میکردم به اسم حکومت زمانخان و در اون نمایش پسری همسن و سال من تقریبا بازی میکرد، تمرین میکرد و من یه روز سر تمرین رفتم و اون پسر سرما خورده بود، اون روز سر تمرین نیومده بود. آقای خسروی از من خواستن که تو تمرین کمک کنم و جای اون پسر بگیرم. چند ساله؟ ده سال. بله، ما موندگار شدیم دیگه. عجب. بله، باید توی تمرین همه چیز رو قبضه بکنم که این هم باز شکل داره. اینا همه تو همون عدم مفاهمه‌ایه که در واقع آقای هنرکار گفتن که اون هم به هر حال شکل داره، شکل کنترل شده داره و میشه کنترل کرد. بعضی بازیگرها تصور میکنن تمرین رو باید نجات بدن، یعنی تمرین داره با سر زمین میخوره و اونا هستن که باید بکشن این تمرین رو بالا که مثلا نجاتش بدن. به اینم به نظر من خیلی کارسازیست. بهترین چیز همطور که رضا گفت این حضوره، یعنی بودن، اینکه من برم و باشم. شما کدوم فیلم ایشون رو بیشتر دوست داشتین؟ نظرتون رو برام حتما کامنت کنین.